تاریخ مرزی میان گذشته با آینده و زمانه. مریم، ما شما رو به زودی از اعماق زمان نجات میدیم. پدر بزرگ، مامانمون اومده اونجا؟ نه، اینجا هنوز اول شبه. مادر و دایی فردا به اینجا میاد. مریم جون، دلت برای مادر تنگ شده؟ آره؟ آره، خیلی زیاد. احساس میکنم که چند ساله که مامانمو ندیدم. قصه نخور، ایشالله خیلی زود برمیگردی همینجا و مادرتو میبینی. راستی مردم، تو میدونی چه کسی شما رو به اون زمان کشونده؟ نه، کار اون عروسک زشته است، روبی رو میگم. روبی؟ بله، پس حق با مریم بوده، اون از اولش هم به روبی مشکوک بود. من اگه پام به خونه پدر بزرگ برسه، میدونم با اون عروسک بدجنس چی کار کنم. اما اون حالا داره واسه نجات شما تلاش میکنه. آخه اون چجوری رایانه رو دستکاری کرده بود و ما رو تو این مخمصه انداخت؟ منم دقیقشو نمیدونم. بعدن که اومدید اینجا همه چیزو پدر بزرگ براتون میگه. من دیگه نمیتونم با شما صحبت کنم، چون پدر بزرگ با شما کار داره. امیدوارم به زودی شما رو به زمان حال بیارم. من به کمک شما هم نیاز دارم. پدر بزرگ، الان درست زمانیه که قرار اسکندر به ایران حمله کنه. من میخوام برای نجات ایران یه کاری انجام بدم. من روحیه تو رو تحسین میکنم، اما پسرم، تو فکر میکنی چه کاری میتونی انجام بدی؟ دست کم اینه که من ایرانی‌ها رو از حمله اسکندر مطلع میکنم. این تنها کاریه که میتونم انجام بدم. به همین دلیل میخوام بدونم که اسکندر از چه راهی و چگونه وارد ایران میشه. و علاقه من شدم تا اطلاعات بیشتری درباره حوادث ایران در زمان هجوم اسکندر داشته باشم. خواهش میکنم کمکم کنین پدر بزرگ، تا بتونم بیشتر در رابطه با تاریخ ایران بدونم. بسیار خوب، من اون چیزی که شما باید بدونی در اختیارتون میذارم. در شرایطی که به دلیل بی‌نظمی در کشور و اختلالات درونی امپراتوری هخامنشیان در زمان داریوش سوم دولت ایران ضعیف شده بود، اسکندر پس از به دست گرفتن قدرت و آرام کردن یونانی‌هایی که از او اطاعت می‌کردند، برای رسیدن به آرزوهای جاه‌طلبانه خود، دشمنی ایران با یونان را بهانه کرد و یونانی‌ها را برای حمله به ایران تهدید کرد. یونانی ها که وصف عظمت و شکوه آثار و تمدن ایران و کاخهای تیسفون و تخت جمشید شنیده بودند، برای انتقام جویی و یا به دست آوردن غنیمت با اسکندر همراه شدند، به ایران حمله کردند و آخرین پادشاه هخامنشی را شکست دادند. پدر بزرگ، به نظرتون آخه چرا ایرانی ها شکست خوردن؟ سپاه داریوش به رغم توانایی و تجهیزات فراوان دارای تشریفات زیاد و دست و پاگیر، همین دلیل از تحرک کافی در نبرد برخوردار بود. با این وجود یکی از سرداران شجاع ایرانی به نام سپهداد موفق شد به سپاه اسکندر حمله کنه. اون نیزه خودشو به سوی اسکندر پرتاب کرد و شونه اسکندر رو زخمی کرد. نتونست مانع هجوم اسکندر به سرزمین ایران بشه و با شجاعت کشته شد. تنها کسی که موفق شد در برابر اسکندر مقاومت کنه، سردار شجاع ایرانی آریوبرزن. آره، من داستان آریو برزن رو تو کتاب درسیم خوندم. اون توی کدوم منطقه جلوی سپاه اسکندر وایساد؟ در منطقه به نام دربند فارس، زمانی که اسکندر وارد شوش شد تا از اونجا برای به آتش کشیدن تخت جمشید وارد فارس بشه. متشکرم پدر بزرگ، ما وقت خیلی کمی داریم. پدر بزرگ، اگه از راه زمینی بریم بهتره یا دریایی؟
راه دریا. شما از راه دریای سیاه وارد تنگه داردانه میشید و در سواحل شهر لیدی که ترکیه امروزه همراه سپاهیان به خاک ایران برید. مریم جان، بهتره بریم سوار این کشتی بشیم. به خاطر اینکه دو تا دلیل داره. اولی اینکه تو جنگا کشتی که آذوقه حمل میکنه از سایر کشتی ها امتر و مهمتره. و اگه گفتی دوپامین دلیلش چیه؟ ایده ده شیشی کمو فهمیدم، فقط به خاطر خوراکی هاشه. آفرین به تو، خوب فهمیدی. حمله اسکندر به ایران موجب شد تا بسیاری از آثار تمدن مردم ایران از بیان برود. مردمای شهر کوچک و روستا با اندکی نیروهایشان در برابر سپاه اسکندر مقاومت و پایداری کردند، اما برای حفظ سرزمین و نجات خانواده و مردمان وطنخواه جان خود را از دست دادند. پدر بزرگ، به نظرتون بهمن و مریم میتونن کاری بکنن در مقابل این همه سپاه؟ راستش نمیدونم، اما مهم اینه که اونا میخوان تلاش خودشونو برای حفظ سرزمین خودشون انجام بدن. پدر بزرگ، من تعجب میکنم، آخه چرا توی تاریخ این همه جنگ و خونریزی بوده؟ دخترم، جنگ ها بیشتر به خاطر جاه طلبی پادشاهان و فرمان روایان بوده، کسایی که قصد داشتن همه سرزمین ها رو فتح کنن، ولی خیلی زود همه چیزو از دست دادن. آخه ایرانیه که تو اون زمان با یونانیان در صلح و آرامش زندگی میکردن، آخه چرا اسکندر به اونا حمله کرده؟ بله، اما اسکندر به همپیمانان خودش توجهی نداشت، چون میخواست فرمان روای جهان باشه. اون قبایل تب که از سرزمین های مهم یونان بود رو به این دلیل که از طرفداران ایرانیان بود طور وحشیانه‌ای کشت. این که در قرآن مجید که بزرگترین و ارزشمندترین کتاب آسمانیه، خداوند بارها تأکید میکنه که در احوال اقوام پیشین تأمل کنید و به عاقبت و فرجام اونها بنگرید و ببینید که با اون همه قدرت و شوکت و اطمینان به خود چگونه دچار تنبیه شدن که نتیجه عمل خودشون. و همین خاطر دخترم که هر وقت به تاریخ نگاه میکنیم، در طول تاریخ هر فرمان روایی که در گوشه ای از کره خاکی قدرت رو به دست گرفته بود، اگه به مردم خوبی کرده و در صلح و امنیت و رفاه اونها کوشش کرده، امروز نام اون رو به نیکی یاد میکنن. اما درباره ستمکاران یا از اونها نامی نمونده و یا اگه مونده به زشتی از اونها بود. سالها زندگی و شکوه کاخها و میراث ما ایرانیان به صورت قصه و افسانه به گوش یونانیان رسیده بود. آنها از گنجینه های طلا و سیمین که در خزائن و کاخهای ما انباشته شده بیخبر نبودند. اکنون اسکندر به طمع آنها به ایران هجوم آورده است. ما چگونه میتوانیم پس از شکست سپاهیان پادشاه در برابر آنها مقاومت کنیم؟ آیا بهتر نیست که تسلیم شویم؟ من شنیدم که اسکندر با حاکمان شهرهایی که خود را تسلیم سپاهیانش می کنند به نرمی برخورد می کند و آنها را به عنوان جانشین خود می گوارد. درسته، باید بگویم که من هم همینطور فکر می کنم. اینجا انقدر طلا و جواهر و خزائن و گنجینه وجود دارد که سپاهیان اسکندر برای به غنیمت بردنشان با هم جنگ خواهند کرد. ما اگر بخشی از ثروت‌های خود را به آنها بدهیم، هم از جنگ جلوگیری کردیم، هم جان خود را نجات. آیا این رسم سلحشوران پارسی است که آوازه آنها در تمام قلمروهای کشورهای تابع ایران به مردانگی و شجاعت شهره است؟ نه، به هیچ عنوان نباید تسلیم دشمن و بیگانگانی که به سرزمین ایران هجوم آوردند شد. بله، من هم همینطور فکر می‌کنم. اینجا انقدر طلا و جواهر وجود دارد که سپاهیان اسکندر برای به غنیمت بردن آنها با هم جنگ خواهند کرد. ما اگر بخشی از ثروت‌های خود را به آنها بدهیم، هم از جنگ جلوگیری کردیم و هم جان خود را نجات دادیم. ما می‌توانیم کشتزارها و مزارع و روستاهای سر راه اسکندر را آتش بزنیم تا آذوقه ها از میان بروند. در آن صورت سپاهیان اسکندر زمینگیر می‌شوند و ما می‌توانیم حملات خود را به آنها آغاز کنیم. تا آنجا که من می‌دانم، اسکندر و سپاهیان عظیم او تنها برای یک ماه آذوقه دارند.
این مدت فرصت مناسبی است تا ما نیروهای خود را برای دفاع از سرزمین خود ساماندهی کنیم. نه نه، این رسم غلطی است. من هرگز اجازه نمی دهم مزارع مردم آن هم به دست ما در آتش بسوزد و نابود شود. مردمی که می خواهند در برابر سپاه دشمن از خود دفاع کنند، اگر در برابر تیغ سپاه دشمن کشته شوند، بهتر است تا توسط ما از فقر و گرسنگی بمیرند. Thank you.